با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند، در این برنامه در ابتدا به اتفاقی که دیشب رخ داد، یعنی حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل میپردازیم و بعد درباره اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد و پاسخ احتمالی اسرائیل و عواقب اون و مسائل مربوط به اون خواهیم پرداخت. قبل از هر چیز بگم که جمهوری اسلامی توی این روزهای اخیر، یعنی از زمان حذف هنیه تا به همین امروز، به چنان تحقیر و فلاکتی افتاد که اگه این عملیات یا کار دیشب رو انجام نمیداد، خودشون همدیگر رو تیکه پاره میکردن، خودشون همدیگر رو میدیدن. خیلی از هموطنان شاید مثلا در فضای ایکس و اینها نباشند و ندونن که چه درگیری های شدیدی بین خودشون به وجود اومده بود بعد از کل ضرباتی که خورده بودن از زمان حذف هنیه تا به امروز. و در واقع جمهوری اسلامی کاری که کرد این بود که به خرهای ارزشی خودش تیتاپ داد. مثلا این کلیپی که الان میبینید نماد واقعی و زیبا و درست حرکتی است که جمهوری اسلامی دیشب انجام داد برای خرهای ارزشی خودش. با پوزش از حیوان خوب و مهربانی به نام خر برای مقایسش با این ارزشه. البته اون ضرباتی که جمهوری اسلامی و دست و پاهاش خوردن جبران ناپذیره. حماس در هم کوبیده شده، حزب الله در حقیقت نمیگم از بین رفته، ولی مثل یک جنازه است که حالا یه نفسکی هم میکشه دیگه. چیزی به نام حزب الله لبنان به اون مفهوم وجود نداره. فرودگاه بیروت رو از دستش در آوردن، بندر بیروت رو دارن از دستش در میارن و اصلا دیگه کادر فرماندهی نداره، حتی کادر میانی نداره. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا عملیات موشکی جمهوری اسلامی رو شکست خورده و غیر مؤثر خوند و گفت که در نتیجه این حمله فقط یک غیر نظامی فلسطینی تا کنون در کرانه باختری کشته شده. و او ادامه داد که تا کنون خساراتی به تأسیسات نظامی اسرائیل هم وارد نشده. یادتون هست در عملیات وعده صادق یک یه مارمولکی به نام موچو رو من عکسش رو پخش کردم و گفتم که جان به جان آفرین تسلیم کرد. در عملیات شکوهمند دیشب اراذل اوباش جمهوری اسلامی هم یک مارمولکی به نام کوچو جان به جان آفرین تسلیم کرد، علاوه بر یک فلسطینی. نهایت تلفاتی بود که جمهوری اسلامی وارد کرد و عملیات با شکوه وعده صادق دوش بود در مقابله با از بین رفتن و حذف هنیه، از بین رفتن و حذف نصرالله و از بین رفتن و حذف هزاران تروریست وحشی حماس و حزب الله و اون لتوپار شدن ها و اون بی خایه و نمیدونم بی چشم شدن های تروریست های وحشی. این بزرگترین کاری بود که جمهوری اسلامی انجام داد، اونم برای اینکه به خرهای ارزشی خودش تیتاب بده. اقوام کوچو اطلاع رسانی کردند که وی دوست موچو، همون مارمولکی که در وعده با شکوه صادقه کشته شده بود، بود کولا کردید با این انتقامتون. اما حالا واقعا یه مسئله رو اینجا بگم که شما سطح خیانت و جنایت جمهوری اسلامی رو ببینید که آسمون ایران اون زمان کلیر نشده بود و پروازها در هنگام حمله در جریان بود. یعنی ببینید این حکومت ذره‌ای برای مردم خودش، برای جون مردم خودش ارزش قائل نیست. این جنایت و این خیانت بزرگه. یعنی واقعاً در هر جای جهان هر حکومتی که یک درجاتی از مشروعیت داشته باشه، یک درجاتی از نظم درست در اون کشور حاکم باشه، اون حکومت رو پودر میکنن بابت این خیانت و جنایت. و من واقعا خوشحالم که خطر بزرگ از سر مسافرینی که در
آسمان ایران پرواز میکردن گذشت. واکنش های متفاوتی هم در سمت اسرائیلی ها دیدیم. رئیس مجلس اسرائیل توییتی به زبان پارسی زد و نوشت به پایان سلام کن، خطاب به سید علی خامنه ای. نتانیاهو واکنش مهمی نشون داد و گفتش که حکومت ایران اراده ای اسرائیل برای دفاع از خودش و گرفتن انتقام از دشمنان رو درک نکرده. نصرالله هم درک نکرده بود. وزارت خارجه اسرائیل تصویری از پیام خامنه ای به زبان عبری رو که از شدیدتر شدن حمله ها و مقاومت سخن گفته منتشر کرد و در پاسخ نوشت رفقات هم همینطور رجسخونی میکردن، ببین حالا کجا هستن. درباره اتفاقاتی که در آینده پیش خواهد اومد اسرائیل پاسخ خواهد داد، در این هیچ شکی نباید داشته باشی. منتها نوع پاسخش، زمان پاسخش و مکان پاسخش مشخص نیست. هر سه میتونه متغیر باشه. اولا ممکنه عملیات امنیتی انجام بده، مثل کاری که چندین روز بعد از عملیات وعده صادق یک انجام داد و هنیه رو حذف کرد و بعدش هم که حزب الله لبنان رو لت و پار کرد و حسن نصرالله رو هلاک کرد و تمام اینا، نمیتونه کار امنیتی انجام بده. میتونه کارهایی مثل حذف کردن افرادی در جمهوری اسلامی رو انجام بده، حتی میتونه عملیاتی مشابه عملیات پیجرها انجام بده که در اون کاتگوری عملیات امنیتی دستبندی میشه و زمانش و مکانش و شیوش در واقع مشخص نیست نوع پاسخ اسرائیل. اما در صورت حمله نظامی محدود اسرائیل، من باید یه مطالب رو خدمتتون بگم، اگر عملیات نظامی انجام بشه هدفش غیر نظامیان ایران نخواهد بود. نه الزاما برای اینکه برخی فکر کنن اسرائیل عاشق چش و ابروی ماست، نه، پیش و بیش از هر چیز به خاطر اهمیتی که اسرائیل برای همراهی افکار عمومی ایرانیان با خودش و سود و نفعی که از این همراهی میبره قائله. ببینید اکسیوس نوشتش که اسرائیل ممکنه به تأسیسات نفتی حمله کنه. من یه چیزی رو نوشتم که الان خدمت شما میخونم، لطفاً با دقت توجه بفرمایید. قبل از هر چیزی رو واضح میگم که اگر کار به جایی برسه که اسرائیل بخواد پاسخ نظامی محدود بده، من شخصاً تنها با هدف قرار دادن مراکز سیاسی و سرکوب موافقم، نه با تأسیسات نفتی یا امثال اون. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر کار به جایی برسه که اسرائیل بخواد پاسخ نظامی محدود بده، من شخصا تنها با هدف قرار دادن مراکز سیاسی و سرکوب موافقم اگر بخواد حمله نظامی انجام بده، ولی اسرائیل قطعا از من در این مورد نظری نخواهد پرسید. اون چه در ادامه می نویسم تحلیل است، یعنی من نظرم رو درباره این چیزی که اکسیوس گفته رو خیلی واضح و آشکار و بدون لکنت گفتم، ولی الان چیزی که میخوام بگم تحلیله. چرا بحث تأسیسات نفتی پیش و بیش از هر چیز از دید کارشناسان مطرح شده؟ در تمام درگیری‌های نظامی تأسیسات نفتی یه هدف نظامی محسوب میشن، چون که موتور محرکه تغذیه نیروهای نظامی و کلن موتور محرکه تغذیه طرف مقابله. همونطوری که جمهوری اسلامی هم دیشب اومد به تأسیسات گازی اسرائیل موشک برانی کرد که البته موفقیت آمیز هم نبود. از یه طرف دیگه اگر چنین اتفاقی انجام بشه، قیمت بنزین در ایران سر به فلک میکشه و این تبعات امنیتی بسیاری برای جمهوری اسلامی داره. البته یه مسئله رو مطرح میکنن، میگن اسرائیل ممکنه خارک رو بزنه، که اگر اسرائیل خارک رو مورد هدف قرار بده، قیمت نفت در جهان و بازارهای جهانی به طور کل به شدت تحت تأثیر قرار میگیره و به همین دلیل این حمله اسرائیل به خارک واقعیتش اینه که چراغ سبزهای
بسیاری از سوی بسیاری در جهان رو لازم داره. ببینید وضعیت کنونی در حال حاضر اینه هموطن عزیز من. اولا جمهوری اسلامیه که ایران رو به مهلکه کنونی رسونده، نه مخالفین رژیم نه حتی خود اسرائیل. جدا از تمام این چند دهه و مسیری که جمهوری اسلامی رفت، حمایت جمهوری اسلامی از جنایت وحشیانه 7 اکتبر مشخص بود که بدون پاسخ نمیمونه که. دوما این جنگ اگر به وجود بیاد، اولا جنگی به شکل کلاسیک تمام عیار نیست و یک حمله هدفمند محدود خواهد بود. من دارم جا تحلیل میکنم نه چیز دیگه. از طرف دیگه این رو هم لازم اینجا مطرح کنم، این مسائل رو، که این جنگ هیچ شباهتی به جنگ ایران و عراق نداره. من رو به عنوان کسی میگم که موقعی که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال اعدام خانواده مادرین بود که افسران ارتش شاهنشاهی بودن، پدر من با وجود این مسائلی که برای خانواده همسرش بود، با وجود نفرتی که از جمهوری اسلامی داشت، وقتی صدام و عراق اون بحث جنگ رو مطرح کردن، اون اتفاق افتاد، 8 سال به عنوان پزشک رفت در دفاع از ایران شرکت کرد با نهایت نفرتش از جمهوری اسلامی. اما هیچ شباهت این قضیه به جنگ ایران عراق نداره. اسرائیل صدام با ایدئولوژی پان عربیسمش که قادسیه دوم به راه انداخت نیست. مردم غیر نظامی ایران هم اهداف اسرائیل نیستند و اسرائیل به نفع خودش در همراهی افکار عمومی ایرانیان با خودش بسیار خوب واقفه. مثل صدام قصد بلعیدن فلان استان و الحاق اون به کشور خودش هم نداره. اصولا اسرائیل همسایه ایران نیست که مثل صدام بخواد بره مثلا خوزستان رو جدا کنه به کشور خودش ملحق کنه. پیام اخیر نتانیاهو به مردم ایران هم کاملا در جهت مخالف پروپاگاندایی بود که جمهوری اسلامی چیا عنوان میکنند که اسرائیل میخواد بیاد ایران رو تجزیه کنه. کاملا پیام نتانیاهو مخالف این قضیه بود به مردم ایران. برنامه قبلی کانال یوتیوب هم در این مورد توضیح دادم، اینجا دیگه وقتتون رو نمیگیرم. جامعه ایران هم جامعه دهه 60 نیست و تلاش بوخچی ها برای ملی میهنی نشان دادن جنگ خامنه ای احمقانه است. حالا خودتون رو خفه کنید، خودتون رو بکشید. من به عنوان کسی دارم اینو میگم که پدرم در نهایت نفرت از جمهوری اسلامی، موقعی که صدام در اون شرایط و با اون خواست ها اومد و حمله کرد و اتفاقات رفت از ایران دفاع کرد. قضیه این ماجرا هیچ ارتباطی به اون ماجرا نداره، واقعیته، این حقیقته. سومن در این روزهای حساس، این رو بدون حب و بغض و بدون تعصب و بدون علایق سیاسیم دارم میگم، از صمیم قلبم دارم میگم، در این روزهای حساس تنها و بزرگترین شانسی که برای ایران وجود داره اینه که پهلوی هست که بتونه تا حد ممکن نهایت تلاشش رو برای کمترین آسیب به ایران، نه جمهوری اسلامی، انجام بده و در صورت تشدید بحران مردم ایران بی رهبر و سردرگم نیستن. و اسرائیل هم به این موضوع واقف شده که طرف حسابش به جای تجزیه طلبان و ایران ستیزان و اینا، نیروی یک پارچه خواه ملیه. ببینم وطن عزیز من، جمهوری اسلامی در طی تمام این چند دهه ایران رو به این مسیر کنونی کشونده. در همین مدت اخیر هم جمهوری اسلامی باز داره ایران رو به این مسیرها میبره. نه مخالفین رژیم، نه اسرائیل.
حالا با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و در ید اختیار من و امثال من و دیگرانم نبوده، مقصر این قضیه خود جمهوری اسلامی ولاغیر، باز باید اهورای ایران رو شوک کرد که پهلوی هست. فرض کنید پهلوی نبود در این شرایط. ببینید در این شرایطی که به وجود اومده، فعالیت‌های شخص رضا شاه دوم و حمایت‌های حامیان ایشون از رضا شاه دوم به اسرائیلی‌ها حداقل چیزی رو که فهموند این است که شما نباید طرف حساب بشید با نیروهای تجزیه طلب، با نیروهای ایران ستیز و اینا، و اکثریت قاطع ملت ایران نه یک مش اراذل و باشه نمیدونم ارتجاع سرخ و سیاه، اینا ملیگرا هستن و پشت پادشاهشون هستن. و این یک مسئله بسیار مهمیه که در یک چنین شرایط حساسی بسیاری از خطرات رو دفع کرده و میکنه، بسیاری از خطرات موجودیتی رو برای ایران. واقعا ما شانس تاریخی آوردیم، بدون حب و بغض دارم میگم که رضا شاه دوم از فعالیت‌هاش و حمایت‌های مردم از ایشون خیلی خطرات رو داره برطرف میکنه. الان فرض کنید ایشون نبود، اسرائیل ممکن بود با چه گروهایی طرف حساب بشه؟ تقصیر میهن‌پرستان و مخالفین رژیم و رضا شاه دوم بقیه نیستش که جمهوری اسلامی ایران رو به این وضعیت آورده. ولی با این وجود در این شرایط تمام تلاششون ایشون داره میکنه برای اینکه کمترین آسیب به ایران برسه. خاک بر سر کسانی که دارن به ایشون حمله میکنن، خاک بر سرتون کنن. و چهارم، مسئله چهارم، آغاز هر گونه عملیات نظامی خارج از اختیار ماست، اما پایان دادن به جمهوری اسلامی بستگی به اراده و حرکت مردم ایران داره. رضا شاه دوم یه پیامی دادند بسیار مهمه. ملت بزرگ ایران، خامنه ای و رژیمش با 4 دهه حمایت از گروه های تروریستی و دامن زدن به جنگ های نیابتی در منطقه، ایران عزیزمان را به آستانه جنگی مستقیم کشوندند. حمله موشکی امشب رژیم جمهوری اسلامی به اسرائیل به صراحت اعلام جنگ علیه اون کشور و در حقیقت اعلام جنگ علیه ملت ایران بود. سال هاست به کسانی که همچنان به امید اصلاح و تغییر رفتار این رژیم هستند و هر بار فریب بازی اصلاح طلب و میانه رو میخورند هشدار دادم. مقصودشون اینجا به سیاسیون جهانه. در این رژیم اصلاح طلبی و میانه روی معنایی ندارد. بحران سازی و جنگ افروزی در ذات و بنیان آن است. ماهیت این رژیم ضد منافع ملی ایران و مخالف صلح، ثبات و امنیت بین المللی است. میدونم که بیشتر رهبران جهان و منطقه میان رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی و مردم صلح دوست ایران تفاوت قائلند. این جنگ، جنگ مردم ایران نیست. این جنگ خامنه ایست. مسئولیت کامل این جنون بر عهده رژیم جمهوری اسلامی و شخص خامنه ایست و آنها نیز باید پاسخگوی پیامدهای آن باشند. به آن بخش از نیروهای نظامی که دل در گروه ایران دارند میگویم این جنگی ملی میهنی نیست. قربانی جاه طلبی های آخر زمانی خامنه ای و وابستگان فاسد او نشوید. به رژیم پشت کنید و در کنار مردم ایران بایستید. ببینید جمهوری اسلامی میکروبی است که در بحران، در کثافت، در آتش و خون میتونه زندگی کنه. هر چه زودتر سرنگون شدن جمهوری اسلامی به نفع حفظ ایرانه. در این لحظات حساس که خطر جنگ بر سرزمین عزیزمان سایه افکنده، بیش از هر زمان دیگری نگران شما هم میهنانم در سراسر آن خاک پاک هستم.
امروز زمان اتحاد بیشتر میان همه اقشار ملت برای پایان دادن به این کابوس 45 ساله است. ایران آزاد و آباد حق مسلم شما مردم شریف و نجیب است. با همبستگی و اراده ملی می توانیم ایران را از چنگال این رژیم اهریمنی رهایی بخشیم و آن را به شکوه واقعیش بازگردانیم. پاینده ایران، رضا پهلوی. ببینید، من یه مسئله رو هم بگم. من دیدم که یکی از این کانال‌های یوتیوبی که فقط صدا داره، میدونید برخی از این کانال‌های یوتیوبی هستن که شما اصلا نمیدونید چه کسی اون پشت نشسته، یه صدا پخش میشه و تحلیل میکنه اینا، نمیخوام بگم کدوم کانال، اومد یه مسئله رو ما کرد که اورشلیم پست نوشته نتانیاهو به پهلوی سوم پیام داده که آماده باش، خودتو آماده کن. ببینید هموطنان عزیز، برخیا برای بازدید، برای لایک، برای اینا هر کاری انجام میدن. چنین مقاله‌ای در اورشلیم پست به هیچ عنوان نوشته نشده. ما نشانه هایی رو داریم میبینیم. من در برنامه قبلم گفتم، الانم باز در یه سری مسائل دیگه میگم، از این که دولت مردان اسرائیل فهمیدند که غیر از جمهوری اسلامی یک نیروی قدرتمند سیاسی وجود داره که اون نماینده واقعی ملت ایرانه و اون رضا شاه دومه، و خوشبختانه به جای اینکه بخوان طرف حساب بشن با اراذل و اوباش و ارتجاع سرخ و سیاه و اینا، فهمیدند که باید طرف حساب بشن با رضا شاه دوم. این نشانه ها رو داریم میبینیم در تمام طول مدت دیدیم، ولی یه مش چرت و پرت گفتن و به عنوان مقاله فلان جا اون رو مطرح کردن، اینا دیگه خجالت آوره. حالا چون بخش مهمی از جامعه ایران نمیرن فکت چک کنن، دیگه نباید برخی سوء استفاده کنن واقعا از این قضیه. من میگم نشانه ها رو که تا به امروز بسیار دیدیم، قبل از همین حمله موشکی جمهوری اسلامی هم وزیر دیاسپورای اسرائیل همین دیشب یه توییت زد و این تصویر رو گذاشت و گفت به امید خدا به زودی در تهران. شب قبلش هم والا حضرت یاسمین پهلوی یک استوری گذاشتن و نوشتن که اسرائیل از مردم ایران در مبارزه با رژیم اشغالگر اسلامی حمایت میکنن. این بخش رو خاتمه میدم با این مطلب: به جهنم کر بی سر و پای، میفهمد یا نمیفهمد. با احترام به همرزمان آگاه، بعد از 20 سال مطالعه تاریخ ایران میگم بزرگترین شانس ایران این است که وارث دودمان پهلوی یعنی رضا شاه دوم امروز هست. این قضیه در حدی اهمیت داره که برخی زمانها من آگنوستی که ندانم گرا فکر میکنم نیروی فراطبیعی در چنین روزگار حساسی محافظ ایران زمین است. یه توییت جالبی هم مایکل نولز، تحلیلگر مشهور آمریکایی، زد که جالب بود. نوشته که خیلی جالب خواهد بود اگر جیمی کارتر آنقدر زنده بماند که بازگشت شاه به ایران را ببیند. چون جیمی کارتر تولد 100 سالگیش رو مردک ملعون جشن گرفته بود دیروز. و این توییت خیلی جالبی بود: پیروز و سربلند و سرفراز باشید پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود تا بعد.